سلام دوستان و همراهان گرامی کانال بروزترین در این ویدیو با دمنوش گل ماهور آشنا خواهیم شد و قبل از دیدن این ویدیو از کانال بروزترین حتما این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید چای گل ماهور یکی از بهترین انواع دمنوش های گیاهی خوشت رو تم است که از برگها و گلهای زرد رنگ گیاه گل ماهور که به نامهای خرگوشک و بوسیر هم شناخته شده تهیه می شود. در طب سنتی از دمنوش گل ماهور برای درمان انواع بیماری ها از جمله صرفه های مزمن، سرماخوردگی و آسم استفاده می شود. در ادامه این ویدیو همراه ما باشید تا با تمامی فواید داروی گیاه گل ماهور برای سلامتی بدن بیشتر آشنا شوید. درمان بیماری های تنفسی سالهاست که در طب سنتی از دمنوش گل ماهور برای درمان بیماری های تنفسی استفاده می شود. گفته می شود که دمنوش گل ماهور با کاهش التهاب و آرامش از دستگاه تنفسی به درمان آسم کمک می کند. در این بیماری راه هوایی متورم شده و منجر به علائمی مانند صرفه، خسخس سینه و تنگی نفس می شود. همچنین گلها و برگهای گیاه گل ماهور نیز برای درمان بیماری های تنفسی مانند سل، برونشیت و زاتوریه استفاده می شود. علاوه بر اینها، دمنوش گل ماهور به دلیل خواص ضد میکروبی و ضد التهابی طبیعی که دارد، به درمان گلودرد کمک می کند. درمان عفونت های ویروسی برخی از مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که دمنوش گل ماهور ممکن است خواص ضد ویروسی قدرتمندی داشته باشد. ضد میکروب طبیعی مطالعات نشان داده که دمنوش گل ماهور به دلیل خواص ضد میکروبی قوی که دارد باعث کاهش رشد برخی از انواع باکتری های ایجاد شده عفونت می شود. بیخوابی شبانه دمنوش گل ماهور به دلیل خواص آرامبخش طبیعی که دارد باعث آرامش اصاب و درمان بیخوابی شبانه می شود. معده و دستگاه گوارش نوشیدن دمنوش گل ماهور به بهبود حزم غذا کمک می کند. اسهال و یبوست را درمان کرده و باعث سمزودایی روده ها و سلامت دستگاه گوارش می شود. درمان درد مفاصل و اسپاسم ازولاد اعتقاد بر این است که خواص ضد التهابی دمنوش گل ماهور به درمان درد مفاصل و اسپاس عضلات کمک می کند. درمان پرکاری تیروئید دمنوش گل ماهور یکی از بهترین دمنوش های گیاهی برای درمان بیماری های تیروئید از جمله پرکاری تیروئید محسوب می شود. درمان میگرن سال هاست که در طب سنتی از برگ ها و میوه های گیاه گل ماهور برای درمان سردرد و میگرن استفاده می شود. درمان بیماری های پوستی دمنوش و روغن گل ماهور برای درمان بیماری های پوستی مانند تاول، زخم و بریدگی های کوچک مفید می باشند. آلرژی و حساسیت گیاه گل ماهور ممکن است در برخی افراد باعث تحریک پوست شود. موهای ریز گیاه نیز می توانند گلو را تحریک کنند به همین دلیل مهم است که این چای را قبل از نوشیدن از صافی رد کنید. دوران بارداری و شیردهی هنوز اطلاعات دقیقی از اثر دمنوش گل ماهور بر روی زنان باردار و شیرده منتشر نشده. به همین دلیل توصیه می شود که زنان در دوران بارداری و شیردهی از مصرف آن جدا اجتناب کنند. چگونه دم کرده گل ماهور درست کنیم؟ مواد لازم برک های خوش شده گل ماهور دو قاشق چای خوری یا یک چای کیسه ای. آب جوش یک فنجان طرز تهیه دو قاشق چایخوری برگ های خشک شده گل ماهور را تمیز بشویید و در یک فنجان آب جوش بریزید. بگذارید 15 تا 30 دقیقه بماند تا اصاره آن خارج شود. دمنوش گل ماهور آماده است. آن را حتما از صافی رد کنید. اگر دوست دارید برای تمه بهتر، مقداری اصل طبیعی، دارچین یا آب لیمو ترش تازه به آن اضافه کرده و بنوشید. طریقه مصرف دمنوش گل ماهور دمنوش گل ماهور را به صورت یک نوشیدنی سرد یا گرم استفاده می کنند. امیدوارم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد و از اینکه تا پایان با ما همراه بودید سپاس گذاریم. لطفا کانال بروستری رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.